اینکه ما در امت ختمی قرار گرفتیم که اون حقیقت جامع بروز بکند، یعنی کسانی که در امت ختمی قرار گرفتن با کسانی که در امت‌های انبیای گذشته قرار گرفتن تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون این است که کسی که در امت انبیای گذشته قرار گرفته بوده به لحاظ سیر تاریخ بشریت در جایی بوده که اقتضا و استعداد اینقدر بوده که این ظهور متجلی بشه، به کمال نرسه، نه به کمال، تا اون مرتبه کمال و تقاضا داشتن. بله. تا اون مرتبه کمال و تقاضا، چون اگر کسی تقاضای کمال در عالم باشد اجابت قطعی از جانب خدا، بخل از جانب خدا نیست، استعداد ما این استعداد در اون دوره در همین مرتبه بوده. اما ببینید در امت ختمی استعداد کل، نه جز جز، استعداد کل بشریت به این رتبه رسیده که کمال رو به عنوان جامع ببیند، پیدا بکند، لذا نبی خاتم میشه نبی اونها. لذا این سپاس و شکر ما چگونه داشته باشیم که در دوره نبی خاتم قرار گرفتیم؟ یعنی خدای تعالی به ما استعدادی داده است که در دوران حقیقتی قرار گرفتیم که همه انبیاء تو طول تاریخ ظهوری از ظهورات او بودند و امروز ما در مرتبه قرار گرفتیم، در جایی قرار گرفتیم که این دوران تجلی اسم جامع حضرت حق هستیم. این خیلی عظمت برای ما ایجاد و تفضل خداوند متعال. بله بله. و چقدر شکر میخواد، چقدر شکر میخواد، چقدر شکر میخواد که ما باید شاکر باشیم. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.